سلام، چطوری بچه ها؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب اومدم یه گیم پلی براتون بگیرم از اولین بازی سیزن 4 که میخوام بازی بکنم و اینکه امیدوارم که بازی خوبی باشه و شما دوست داشته باشید. بچه های کانال من هنوز که هنوز سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت یادتون نره بچه ها، با انرژیتون بتره کنید، حسابی بتره کنید. امیدوارم که تیم خوب باشه، منم بتونم خوب بازی کنم و اینکه یه سری مشکلات بود، حالا یه سری اتفاقات افتاده بود، من نمیتونستم گیم پلی های بازی لیگو براتون بذارم. ببخشید یه ذره من توپق زدم، عذرخواهی میکنم، نمیتونستم من بذارم، یه ذره من عذرخواهی میکنم ازتون. حالا دوباره از امشب خدا بخواد اومدم من شروع بکنم به این کارو، بریم که حالا داشته باشیم که ببینیم چجوری میشه و کار چجوری پیش میره. امیدوارم که بازی خوبی باشه. پیک سوم هم هستیم، اون جنگلمون هم میخواد عوض کنه. البته خب اون عوض میکنه. اهری وسط ایریلیا نری جلو اهری، خواهشم نرو. کمیل بالاست یا جنگل، این خیلی مهمه. پنتم دارن، ریون هم که رفت و به جای کمیل بهتر، ریون بهتره. جکس خب بزن برم، تانک نداریم، مجبورم تانک برم. تانک هم که نیسوز برم. آره پنده خدا راست میگه، البته جکس میزنه، جکس باشه یا پنتون حالا میزنه، ولی خب اشکال نداره. بچه ها من حالا سعی میکنم تا اونجایی که بشه آیتما رو با لیول های هیرو رو با آیتما شون رو واسه تون توضیح هم بدم، همزمان با این گیم پلی که دارم واسه تون ریکورد میکنم و اینکه پسیو هاشون، حالا یه سری از آیتمایی که پسیو داره چی بزنید و اینا، من بهتون حالا چیز میکنم، توضیح میدم، امیدوارم که به دردتون بخوره. بچه ها ببینید، اگه حتما خب یه چیزی من بهتون بگم، آقا اگه سابسکرایب نمی‌کنید هم نکنید، ولی لایک و کامنت رو بذارید. لایک کردن که کار یه ثانیه است، کامنت هم حالا بگید سخته مشکلی نداره، ولی کامنت رو حتما بذارید، باعث میشه دلگرمی من میشه و اینکه کمک میکنه من بهتر کارمو ببرم جلو. انگیزه میده دیگه، خیلی انگیزه میده، کامنت خیلی مهمه، خیلی انگیزه میده. امیدوارم که کامنت بذارید، لایک بکنید، سابم نکردید که میکنید، حالا امیدوارم که ساب بکنید که منم بتونم کلیپ های بیشتری براتون بذارم. سعی میکنم روزی یه دونه گیم پلی براتون بتونم بذارم و امیدوارم که دوست داشته باشید. خب ببینید بچه ها، حالا من فرض رو بر این میذاریم که حالا شاید یه تعدادی از بچه که الان دارن بازی میکنن ندونن آیتما رو، لیول ها رو، شاید تازه دارن بازی میکنن یا مثلا میدونن یکی دوتا چیز ریزش رو نمیدونن. لول ها رو بخوام بهتون بگم که لول یک نیسوس که مهمترین لولشه، شما یوز کردنیه، یوز که میکنه یه دمیج بیشتری میزنه، بعد این دمیجی هم که میزنه باعث میشه که ببخشید لول یکش که دمیج میزنه، ببینید یوز کردن من اصلا اساسم رنگش عوض میشه، یه دمیج بیشتری میزنه نسبت به اتکات، یعنی 70 تا میزنه با یکم 100 تا میزنه. بعد شما باید با یکتون یونیتا رو استک کنید. استک کردن حالا یعنی چی؟ یعنی شما یکتون یوز میکنید روی یونیت های تی اچ پی، هیرو تی اچ پی، هر چیزی تاور، نمیدونم ریفت، دراگون، بارون، هر چی رو هر چی بزنید نیا کنید، بعد عدد میاد بغلش. یه دونه زدم الان 4 تا بهم اضافه کرد. همینجوری هی بعد فارم کنید با یکش فقط تا بتونید که استکتون رو ببرید بالا، چون هر چقدر استکتون بیشتر باشه آخر بازی نیسوس از این هیرو آخر بازیه، آخر بازی خیلی بد میزنه. البته اونم که خب استک بکنه، کسی که استک بکنه خیلی بیشتر میزنه. نه ای بابا نشد، دستم در رفت، خواستم اونو بزنم نشد. خب این لول 3 ای که الان من گرفتم، اینم بهتون میگم بچه ها، این میبینید که چه شکلی الان زدم این لول 3ش. ببخشید من یادم میره چی میخوام میگم، این همی پره رو من جکسه یه ذره داره اذیت میکنه برای اینه. ببینید لول 3ش زمانی که میزنید آرمور هیرو مقابل رو کم میکنه، میاره پایین آرمورش رو، بعد یه دمیج هم اولش که میزنید میده، غیر از اینکه حالا در اصلا کاربرد اصلیشون دمیج است، چون لول 3ش بر اساس ابیلیتی پاور میزنه. حالا من کاری ندارم به این موضوع، ولی خب
اون لولش واسه ابیلیتی پاوره، ولی خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که آرم منفیه رو میده دیگه، این خوبی رو داره. بچه ها همه سنگ تمام گذاشتن و کوادرا رو دادن به یارو، خود یارو خندش گرفته. نمیدونم. بعد ببینید بچه ها این لولاش، خب سه رو پر کنید اون آرم منفیه بیشتر میشه، بعد کولدانش میاد پایینتر. یکیتون رو پر کنید فقط کولدانش میاد پایینتر، اونم مکس لول بشه، یعنی اول بازی هیچ تأثیری نداره. لول 3 تون رو پر کنید خیلی بهتره، خیلی بیشتر به کارتون میاد. بعد آیتم اولش، یعنی اصلی ترین آیتمش ترینتی فورسه، همین آیتمی که الان میخوام بزنم بهتون نشون بدم، همین آیتم که خب اتک اسپید میده، موومنت اسپید میده، اچ پی میده، همه چی میده این آیتم. اذیت میکنه، نمیذاره من استکمو بکنم راحت. نگاه کن تو رو خدا. بعد منجنیقا ببینید 8 رو داد الان به من. یونیت های معمولی 4 تا میده، منجنیقا بزنید 8 رو میده، ریفت رو بزنید 8 رو میده. اونا تعدادش بیشتر از این یونیت های عادی که استک میکنید. این هم خیلی خوبه، یه پوان مثبته که واقعا خوبه. مشاله بچه هم همه سنگ تمام گذاشتن و اهری هم اومد ما رو بکشه. بکشش یه، همه چیشو زده. آها حتی کیسشو من خورده بودم میمردم. نزن دیگه یونیت های منو، یه بوتم اول بگیریم. بعد یادتون باشه همیشه اول این آیتمی که من دارم میزم تیرینتی فورس، اگه پول ننشید یه ضرب بزنید، اول این آیتم چکوشه رو بزنید. این باعث میشه که اتک میدید مومنت اسپید هم بگیرید که خیلی خوبه واسه نیسوز، یعنی اتک میدید به انمی همینجوری دنبالش میکنید و میرید و بهش میرسید، دستتون فرار نمیکنن. دوش البته اسلوش خیلی زیاده، لول دوش یادم نیستش حالا بهتون الان گفتم یا نه، اسلو خیلی بدی میکنه، خیلی خیلی زیاد اسلو میکنه، نمیکنه اصلا را نمیره الان بنده خدا جکسه. چند نمیشه این به خاطر لول 3ش اینه که پر میکنه. البته میگم دمیج اصلی لول 3ش زمانی میده که شما ابیلیتی کنید این هیرو رو، که این کار اصلا اشتباهه، کاملا این کار اصلا اشتباهه. خوب دمیج میده ولی نباید این هیرو رو ابیلیتی کرد، چون اصلا هیرو تانکه. اذیت نکن دیگه بابا جون مادره. استکش میخوام بکنم، مجبور شدم شیش کنم، میگه نکته انداخته بودم ناراحت شده مثلا شیشش هم. ببینید بچه این رنجی که الان زیر پام هستش، توی این رنج خب یونیت دور و براتون باشه، هیرو دور و براتون باشه، بهشون دمیج میدید، خیلی دمیج هم میده. بعد اچ پی تون هم پر میشه، سفت هم میکنتتون دیگه به اصطلاح. شیشش هم که اینه که الان زدم، میخواستم بهتون زمانی بهتون بگم که یوز میکنم دیگه، حالا که الان مجبور اون کرد جکس شیش شانه. ای بابا جون مادرت ولمون کن بابا، فازشو گرفته دیگه. من با این آیتم برگردم بهش دوتا میزنه. البته خب استکام خیلی پایین ها، جکسه خب نمیذاره تو لاین الان من استک بکنم، اذیت داره میکنه. کار درستی داره میکنه، یعنی که نه اینکه اذیت میکنه، اون داره کار درست انجام میده، ولی خب بعدیش اینه که من نمیذاره استک کنم دیگه. نیسوزم همه چیش به این لول 1 کشه و تعداد استکایی که میکنه فقط و فقط همه چیش به همین لولشه. ریفت و زد دابل هم دو. جکس هم که قفلی تابه رو زد و منجنیقا خیلی حال میده واسه استک، اصلا خوراکه. یه دونه بخو بازه، شیشم کرده زبون بسته. ای بابا میس را همینو میخواستم.
بعد نیسوز یه خوبی هم که داره اینه که بچه ببین استکش هرچی بره بالاتر، مثلا 400 تا بزنید 500 تا بزنید، هر چقدر بیشتر بزنید خب دمیج بیشتری میدید. این عالیه، یعنی خیلی این عالیه. وای که اگه یک ثانیه یکم زودتر اومده بود. آی خدا چه شانسی داشته. حالا مهم نیست بوتامو بزنم که مهم تستید بگم. خب ببینید بچه، این آیتمی که الان دارم میزنم کامل میکنم، کامل شدهش میشه این آیتم. اچ پی بهتون میده، بعد نوشته دیگه 400 تا مکس هلت میده، اچ پی میده، 50 تا اتک میده، بیسیک اتک میده، یه پسیو خیلی خفنی که داره. اچ پی از یه درصد دیگه که کمتر بشه، مثلا منو دارم میزنن اچ پی از یه درصدی بیاد پایینتر، من هم شیلد میشم، همین که خب سفتر میشم دیگه. خیلی بکاره، خیلی بکاره، خیلی خوبه. ای 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 با بیا جیم بیا. میای داداش دمت گرم. زد الله اکبر، اون زد عزیزی که همه رو داره ته میزنه. زدم خب یه رو خیلی خفن و قوی. حالا دیگه هر کسی این بازی یه بارم بازی کرده باشه دیگه زد و یاسا رو میشناسه، دو تا زیرو مثلا میدلین خفنن دیگه، همه هم میشناسن این رو، یا حداقل باشون بازی کردن یا تو بازیشون بوده. ولی یاسا باز حالا هیرویی هستش که مثلا تک به پنجم بزنه، خیلی آیتم بیاره، زود قوی شه، میتونه بزنه. ولی یه چیزی هستش اینه که بدبختی زد اونجوری نیسته، شیش میکنه یه نفره میزنه حذف میکنه تو تیم فایت قبل درگیری یا هرچی. ولی بعدی زد اینه که دیگه آخر بازی خیلی یوزلس میشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. هیرویی نیستش که مثلا باعث اتک به اتک بزنه یا مثلا بخواد کسی همونجوری شیش کنه بکشه، همچین هیرویی نیستش. این خیلی بده. با جون مادرت تو. نه دیگه بابا لوکس اومده اینجا چی کار. خدایا خدا عجب. لوکس ساپورته، بعد لاین بالای ما خورده، لولو وسطه، جینکس داره تو جنگل فارم میکنه، ژینه یه بار جوین نداده. من اینا رو به کی بگم؟ خدا وکیلی من اینا رو به کی بگم؟ مسئله تایپ هم ندارم، بعدا 2 ساعت واسه شون بنویسم. بعد یه چیزی هم هستش اینه که بدبختی یه آپدیتی که داد ریوت برداشت قشنگ تر زد تو بازی. من اسخای میکنم اینجوری هم، ولی قشنگ تر زد تو بازی، اونم به خاطر اینکه وایس بازی دیزیبل شده، هنوز که هنوز فیکسش نکردن، نمیدونم چرا. در صورتی که اصلا اولش وایس باز بود، یعنی درست بود، اوکی بود همه چی، ولی خب میگم دیگه این اتفاق افتاد، هنوز که هنوز درستش نکرده، نمیدونم چرا. آیتمم کامل شده، بریم جکسه رو بکشم. خیلی رو مخه منه، خیلی رو مخه. کجا منو گرفت؟ چه شانسی داشتی. خدا یارت بود، خدا یارت بود. لفظو خب بیخیال، لوکس لامو خو نگاه کن تو رو قرآن. حالا بعدیش اینه که لوکس منو میگیره بهش نمیرسم، اگر یعنی برسم اونم دوتا شاته. بولو هم هست. به به تموم شد. اهریه کیل داره، اونم سرم اولش ندیدم من چجوری کوادرا رو زد با همین جکسه. مانم یه ذره پرشه. او نمیرسم به یارو پنتره نگاه. شل کرده او. لش کرده فکر کنم بنده خدا. چیزی که از یارو ایو ای بابا
برگرد جون جدید، من یه ریکال کنم آیتمو بزنم و بیام. خب این از این بوتمو من کامل کنم. اول این بود ماجیک رسیس رو بزنم به خاطر اون اهری و اون دوستمون لوکس. حالا لوکسه که ساپورت زیادم آیتم ابیلیتی نداره، ولی خب بالاخره اونم ای پی میزنه. فلش نکنی ها. این بچه ها یه چیزی بهتون بگم، این جکس مثلا یه جایی که الان دمیج نمیخوره اینجوری، اون به خاطر سشه. سشه که روشن میکنه، هم استان میکنه، همین که همه لول ها رو دوج میده، لول اتک دمیج ها رو نمیخوره. این خیلی باهیه کلا، جکس روی این لولش خیلی شاخه. نه کیس نکن دیگه. وو از این لوکس هر جا منو دیده گرفته بدبختی. دهنه تو سرویس بابا، دهنه تو سرویس. من وسط اینا رو بزنم. ای بابا آجا، اصلا هیچی اونجوری که با پیش بده نمیره متاسفانه. بازی که وینه منم پول آیتم هم اومده، ولی خب بشه مگا کنم خیلی خوب میشه. پنتاغونم من خدا که لز کرده. 263 خوبه، ولی نه واسه دقیقه 14 بازی زیاد جالب نیستش. کم استک، اونم به خاطر جکسه بود دیگه، خیلی طول اندش اذیت میکرد. منو سوراخ شد دوله. ولی هر یه دیر واسه زده کاری میخونه بنده خدا. نکن لولو. یه چیزی هم بهتون بگم بچه ها، راستی من ازتون واقعا عذرخواهی میکنم بابت تایم کلیپ ها. نمیدونم حالا چه جوری قضاوت میکنید، ولی خب من نمیخوام تایم کلیپ ها اینقدر طولانی باشه، یا اینکه اینقدر طول بکشه بگید نیا کن مثلا طرف من مثلا اینقدر کلیپ مثلا میذاره که طولانی بشه که مثلا واتش تایمش بره بالا. نه نه به خدا، همچین چیزی نیستش. واقعیتش دارید کل بازی خودتون دارید میبینید. لیگ جوریه که بازیش مسل دارم بهتون میگم، مثل کال آف نیست، مثلا مثل بازی شوتری نیستش، یا مثلا مثل خیلی بازی دیگه نیستش. هر دستش زیاد طول میکشه، ولی خب یه بعدی که داره اینه، ولی خب اونم بسته به اینه که تیم روبرو چه جوری داره بازی میکنه، یا مثلا خودت چه جوری داری بازی میکنی، سر بدن حالا یا مثلا چه جوری بشه، اینا خیلی بستگی داره، اینا خیلی تاثیر داره رو بازی. فلش نکنی ناراحت شو. یه ساعت منو دارم میزنن استک کنیم لای درگیری. آره داشتم بهتون میگفتم بچه، این که اینقدر طولانیه دیگه خب یه چیزی عرف بازیه. واقعیتش دست منم نیستش که مثلا من بخوام تایمشو بزنم. اتفاقا من خدامه تایمش کمتر باشه به خاطر چند تا دلیلی که هست. یکی اینکه حجمش خیلی میره بالا ویدیو، با این کیفیت آپلود کردنش یه ذره اذیت میکنه. و یه چیز دیگه ای که داره اینه که خب خسته کننده است. این حقم میدم به کسی که میخواد، مخاطبی که بخواد بشینه ببینه، خسته کننده است بخواد بشینه انقدر گیم پلی رو بخواد نگاه کنه. خب میره خودش یه دونه مچ بازی میکنه، مثلا مثال بخوام بهتون بگم. از اون طرف اینم هستش، ولی خب بازی لیگ اینجوری مخصوصا توی رنگ و اینکه نرمال اصلا بازی خب حال نمیده و چیزی نداره. بری تو 50 تا کیل میگیری و همه یه سری نوب و نابلدن تو بازی ها میفته. نرمال اکثر اینجوری داره رنگ بسته به جایی که هستی. خب حالا نسبت به اون سعی میکنه بهت بده. یکی این، یکی هم این که خب بازی بهتره دیگه، بیشتر هم حال میده. پیکو بند داره، نرمال بری اینا رو نداره، بازی سریع تموم میشه، بازی راحته. این
بدیار هم داره، ولی خب سریع تمام میشه و راحت آدم میره دست بعد و بازی میکنه دیگه. این هم هستش از اون طرف. میام در هر دو صورت دیگه من شهروندم. حالا نمیدونم کلیپ های نرمال من بگیرم براتون بذارم که تایمش بیاد پایین، خون خیلی دیگه راحت میشه همینجوری تو رنکش. حالا من نمیگم من خودم بازیم خیلی خوبه، نه همچین چیزی نیستش، ولی خب همینجوری حالت عادیش تو رنگ یه ذره باز پلیرتر، چهار تا پلیرتر میفته جلوی آدم، آدم یه دوتا چیزم یاد میگیره از اون طرف. این هم هستش. این یه نظره به نظر من بهتره برای خودتونم، البته بخواید بازی کنید به نظر من همچین چیزو همیشه رنگ و پیشنهاد بهتون میدم، چون رنگ زمانی که بازی کنید خب میاد دو نفر سه نفر حداقل یه نفرم توی اون مچ پلیر بهتون مخوره، باعث میشه که بازیتون بهتر بشه ناخودآگاه. این خیلی خوبه، خیلی بهتون کمک میکنه. اینجا اونجا بازی که دیگه لوکس خف شد و کیلش هم من نتونستم بگیرم متاسفانه. بچه ها میام حتما حتما لایک و کامنت بذارید، یک این یکی هم این که حتما اگه دوست داشتید سبک لیگو حال میکنید بازی میکنید پلیرش هستید بنویسید واسم، و اینکه حتما بچه سابسکرایب بکنید کانالو. منم تازه چند ماهه دارم توی یوتیوب فعالیت میکنم، حالا امیدوارم که همینجوری که تا الان پیش اومده رفته جلو همینجوری هم پیش بره رو به جلو، هر روز رو بهتر باشه، بتونم کنار شما یه خانواده پر جمعیت خوبی داشته باشیم با هم دیگه. امیدوارم اتفاقات خیلی خوبی بیفته بچه ها. میگم واقعا دمتون گرم. اگر یه چیزی من بهتون بگم، حالا میدونم تایم کلیپ رفته بالا حالا، ولی یه چیزی بهتون بگم بچه ها، این که یه موضوعی که هستش، ببینید من یه چیزی بهتون بگم، اگه شماها شما مخاطبان شماها دوستان عزیز شماهایی که همتون عشقید همتون سن پایین سن بالا هر چی هر سنی هر کی هر چی که هستش میبینه، نه کارای منو کلن همه بدیون مردمن، یعنی یه کاریه که کلن ارتباط با مخاطبت داشته باشی، این همش به خاطر مردمه و من ازتون میخوام که منم کمک کنید مثل یوتیوبرهای دیگه که دارن موفق میشن و میرن بالا. اگر با من حال میکنید دوست دارید حالا سبک کلیپ و لیگ بازی میکنید به هر نحوی با هر چیزی کلیپ حال میکنید چیزی رو دوست دارید، لایک کنید کامنت بذارید حتما حتما منو سابسکرایب بکنید. آموزش خفن لیگ رو براتون میذارم، چیزی که کاملا خفنه بهتون قول بهتون میدم، یکی دوتاشم تو کانالم تا الان گذاشتم، ولی خب بسته به مخاطب داره و بینندش و بازدیدش، میذارم براتون حتما حتما. میام لایک کنید، زنگوله رو حتما بزنید بچه‌ها تا کلیپ‌ها رو براتون میذارم مطلع بشید. دمتون گرم بچه‌ها، دوستتون دارم.